درود و درود. خب برای ورزشی که امروز دارم براتون انجام میدم، توی این برنامه بیشتر برای تقویت ریه‌های شما هم هست، توی این موقعیتی که کرونا داره همه جا بیداد میکنه. چیزی که مهمه اینه که شما باید انقدر قفسه سینه‌تون رو جمع و بسته بکنید و وقتی جمع میکنید انگار خواهی خودتون رو بغل کنید، اینطور بغل کنید، محکم جمع کنید و بعد باز کنید. این باعث میشه ریه ما حرکت کنه و این مایعی که توش هست ثابت نباشه و حرکت کنه. نفس بکشید و نفس کشیدن خیلی مهمه. یکی از ورزش‌ها که میخوایم بزرگتون بگم براتون بتونه مثل بازی هم باشه، همینطور که صاف وایسادید دستتون رو بدید بالا و پشت، حالا شکمتون رو باهاش باز ببینید، یک دو سه، حالا بچرخونیدش، یک دو سه، حالا از این سمت یک دو سه، دوباره یک دو سه، از سمت دیگه یک دو سه، حالا بالا پایین پایین، یک دو سه. این هم شکمتون رو کوچیک میکنید، هم به پرده دیافراگمتون فشار میاد و کمک میکنه که یه خورده حرکت و یک دو سه، یک دو سه، یک دو سه. یادتون باشه بدن رو حرکت ندید، شکمتون رو خوب حرکت بدید. خب حالا بعد وقتی که من دارم ورزش میکنم، وقتی دارم دستم رو میکشم به این صورت، دستم رو قشنگ باهاش بازی میکنم، بعد میکشمش. خب موقع کشیدن حواسم به انگشتای دستم هم هست. توی این حالتی که قرار میگیرم در میدم که شون و بازو دستم در یک امتداده، اون موقع هست که دست رو کاملا به طرف بیرون هدایتش میکنم و میکشم و بعد میبرم بالا و بعد اینطوری حرکتش میکنم، ولی بعد دوباره برمیگردم بیرون به این صورت میکشم. حالا وقتی میام پایین باهاش بازی میکنم، میذارمش، یک دو، حالا با هم کار رو انجام بدیم. قشنگ میبریم بالا، میکشیم، خوب بکشیم، میبریم بالا به این صورت، حالا بیارید پایین، میکشیم اینجا، خوب بکشیم، حالا پاش بازی کنید، بیارید پایین، یک دو، یک دو. مجددا یادتون باشه که روی پنجه های پا درست وایسی، پنجه شست پا رو به طرف بیرون باز کنید، انگوش رو به طرف داخل باشه، انگوش رو به طرف بیرون. هر بار که دارید ورزش می‌کنید خودتون تنظیم کنید که تو چه حالتی زانوها رو محکم نگه دارید و بعد رها کنید، خودتون این نظر رو بهش بدید. خب قشنگ الان میکشید، یک دو سه، شکم تو، قشنگ حالا بدید بالا، دست رو ببرید بالا، یک دو، بکشید. وقتی میکشید باید به صورت شما این رو دو تا دست دو طرف بکشید که انگار قفسه سینه‌تون داره از اینجا باز میشه. خب بعد بیاید پایین، نگهش دارید، زانو رو رها کنید، یک دو، یک دو، حالا دوباره قشنگ به محکم دستا رو بکشید و حالت بهش بدید، بکشید صاف به طرف بیرون، به بالا، یک دو، قشنگ بیایید، یک دو، یک دو. حالا زانو رو هم رها کرد، حالا به این سمت باز دوباره این کار انجام بدید. قشنگ وقتی دارید این کار رو میکنید انگشتای دست رو باهاش بازی کنید، شکمتون رو بدید تو، گردنتون رو صاف نگه دارید، کف لگن هم ببندید، حالا دو طرف رو بکشید، قشنگ دست کشیده بشه به طرف بیرون، بکشیدش، یک دو سه، برید بالا، خودتون رو بکشید بالا، یک دو، دوباره بکشید بالا به طرف بیرون دست رو، میگم طوری بکشید که انگار داره قفسه سینه از اینجا جدا میشن، باز میشن. خب حالا قشنگ با انگشت رو یکی یکی بازی کنید، مچ دست رو باهاش بازی کنید، بیارید پایین، زانو رو رها کنید، یک دو، یک دو،
مجدد هم بکشید بید بادا بکشید یک دو یادم رفت به وقت بالا بودم بیرون که بکشید بیرون بالا و ادامه یک دو تو باشه میاد پایین زانو رو رها کنید یک دو و بعد یک دو این باز برای قفسه سینه است دستتون روی قفسه سینه قرار بدید فشار بدید قشنگ فشار بدید حالا نفس بدید تو ببینید قفسه سینه چجوری باز میشه باید این باز شده ولی در این اینکه داره باز میشه شما هم فشارش بدید تو ببینید هر چند تایی که میتونید این رو تکرار کنید این برای باز کردن ششهای شماست حرکت ورزشی ریه شماست یادتون باشه که هر ورزشی که ما انجام بدیم که به روی شکم فشار بیاره این به پرده دیافراگم فشار میاره و پرده دیافراگم بهتر به ریه ما فشار میاره و باعث میشه که یه خورده حرکت کنیم مهم اینه که ما بتونیم این آب ریه‌مون رو تو حرکت نگهش داریم ریه باید حرکت کنه اگر بالاخره همیشه نمیتونی هی نفس عمیق بکشی گاهی اوقات با حرکت های ورزشی باید اون رو مجبور به حرکت کردن قشنگ برید جون جمع کنید باز جمع باز جمع باز جمع باز حالا دستتون رو به این صورت بگیرید شکم بدید تو کف لگن رو ببندید خودتون رو بکشید بالا حالا یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج یک دو سه میبینید دو تا زر میزنم به قفسه سینه فشار میدم خب باید ما حتما 20 بار نشست و برخاستمون رو تو حالتهای مختلف انجام بدیم خب حالا ورزش دیگه ای که باز امروز براتون انجام میدم اینه که شما وقتی پاتون رو بلند میکنید میزنید به فشار میاره اینجا که اگر خودتون هم خم کنید بهتر باشه این هر بار ریه شما رو هم حرکت میده وقتی پاتون رو بلند میکنید این قسمت رو قشنگ خم کنید صاف کنید خب دستتون رو ببرید بالا هرچی که بیشتر تو حرکت های مختلف سعی کنید یه کاری بکنید که قفسه سینه جمع بشه باز بشه کمک کردید به حرکت بیشتری روی ریهش خودتون خب حالا یک دو سه چهار پنج یک دو سه چهار پنج حالا مجددن یک دو برید دست رو میبرید عقب وقتی دارید دست رو میبرید عقب زانوتون رو محکم نگه داشتید روی کف پا باید وزنتون باشه خب دو سه چهار پنج دست رو اینجا ثابت نگه میدارم ولی میبرمش عقب متوجه شدید به این صورت
1 2 3 4 5 بعد وقتی شما این حرکت ها رو هم که انجام میدید متوجه میشید که کدوم دستتون ضعیفه، به اون دست بیشتر کار کنید. حالا دست رو به این صورت نگه دارید، گرد جون. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 دوباره 1 2 1 2 1 2. حالا به این صورت یادتون باشه که شور رو دستتون بازوتون در یک ارتباط باشه، شکم بدیتون انگوشه پاتون رو حواستون باشه که پا چجوری وای میسید و چه در زانوتون رو منبسط و منقبض میکنید. وقتی زانو رو منبسط و منقبض میکنید حواستون به مچ پاتون هم باشه، مچ پاتون هم سعی کنید محکم بگیرید، ولش کنید ساق پاتون، همه ورزشی که میکنید حواستون باشه. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2. همه این ورزش‌هایی که من امروز برای شما انجام دادم مال اینه که بتونید ریه‌تون، قفسه سینه‌تون رو تا اونجا که میشه بهش فشار بیارید، حرکتش بدید که ریه شما حرکت کنه. این خیلی مهمه که توی این شرایط ما ریه‌مون ورزش بکنیم. خب حالا دستتون رو ببرید بالا به این صورت. وقتی دست رو میارید پایین، ببینید قشنگ بهتون گفتم حواستون باشید با این دست بازی کنید، میاد پایین بعد میبریدش بالا. میبینید در تمام مدت دارید حرکت های انگشتی، مچ دستتون، بازوتون همه رو با هم ورزش میدید. قشنگ میارید بکشید بالا. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. حالا کمرتون رو بده دو تا دست قرار بدید، فشار بدید، ببرید 1 2. وقتی این کار رو درست انجام بدید ببینید چجوری سینه‌تون کشیده میشه، قفسه سینه کشیده میشه. خودتون رو بکشید بالا. 1 2 3 1 2 3. ورزش‌های کششی کمک بیشتری به این می‌کنه که قفسه سینه شما، ریه شما حرکت کنه. پس حتما این کارو که راحتی که انجام بدید. وقتی این کارو انجام بدید قشنگ خودتون رو جمع کنید، شکم بدید تو، فشار بدید تو، جمع کنید بیارید. و بعد در تمام طول این مدت سعی کنید نفس بکشید، سعی کنید حتما این ورزش رو بکنید که انجام بدید که قفسه سینه رو اینطوری جمع کنید، بهش فشار بیارید روی ریه ها رو. و بعد وقتی نفس میکشید که ببرید تو، این قفسه باید باز بشه دیگه، از این ور دارید فشار میدید، از ور میخواید بازش کنید. این کمک زیادی به حرکت ریه ما میکنه. مراقب باشید، کرونا همه جا بیداد میکنه، سن نمیشناسه. مهمه که تنفس درستی داشته باشیم که این نتونه توی ریه های ما بمونه و به هر حال باید با ورزش بدیمش و به هر حال کمک باید بکنه. ورزش دیگه که میتونید بکنید به این صورت میخوشیم، شکمتون آده. حالا نفس رو میکشید تو، تا اونجا که میشه میدید تو ریه، شکم اینا رو باز میکنید و بعد با سرعت سرفه میکنید بدید بیرون. و در تمام این مدت
هی نفس بکشید و بدید بیرون و این ریه ها حرکت میکنه. ببینید وقتی که ما درست نفس میکشیم، درست اکسیژن به بدنمون برسونیم، حتی توی خوابیدن ما، آرام خوابیدن ما هم کمک میکنه. امروز عمدتا روی این فوکوس کردم براتون، روی ورزشایی که به حرکت ریه ما کمک میکنه و شما هم حتما این حرکت ها رو انجام بدید. نشست و برخاست روزانه‌مون رو که فراموش نمیکنید، توی هر حالتی حالت های مختلف میتونید بهش بدید. فقط یادتون باشه که وقتی میشینی فشار باید روی کف پا باشه، نه روی زانو. زانو و این رونما، اینا اهرم های حرکتی هستن. به مرور وقتی ورزش کنید میبینید که بدون اینکه به زانوتون فشار بیاد میتونید بشینید و پاشید. نشست و برخاست کردن این حفظ تعادل شما رو نگه میداره. میدونید مشکلی دیگه برای تعادل داشتن نخواهید، یعنی همیشه میتونید درست وایسی، درست راه برید. پس یادتون باشه با شکمتون به این صورت بازی کنید، سعی کنید پشین ایستاده بشین، این حرکت رو بکنید. دلتون هم خواست نشستید هم میتونید این حرکت ها رو انجام بدید. حواستون رو جمع بکنید به حرکت های ورزشیتون. دیدید در تمام طول مدتی که دارم ورزش میکنم، ورزش دستم رو انجام دادم، انگشتم رو انجام دادم، انگشت های پام ورزشش رو کرد، زانوم ورزشش رو کرد، مچ پای من به این صورت که من باهاش دارم کار میکنم، میدونید این ورزش مچ پای منم هست به این صورت. پس همه بدنم، همه قسمتاش حرکت کرد. وقتی به این صورت بدن شدم حرکت میکنید، وقتی خودتون رو میکشید، تمام این قسمت هایی که کشیده میشه به ریه شما هم فشار میاره. وقتی که دارید ورزش میکنید یادتون باشه که موقعی که دست رو میبرید بالا، دست رو میتونید ببرید عقب، ولی هیچ وقت بدنتون رو به طرف عقب نبرید. سعی کنید همیشه بدن رو صاف نگه دارید. وقتی شکمتون رو میدید تو، کمک میکنه که گودیه کمر شما هم صاف بشه و به کمرتون هم فشار ندید. حتما این کار رو انجام بدید. به سینه هاتون، قفسه سینه رو بین دو تا دست نگه دارید، فشار بدید تا اونجا که میتونید فشار بدید. حالا نفس بدید تو و با این نفس این قفسه سینه باز میشه. متوجه میشه که دارید ریه‌تون رو ازش کار میکشید و این کار رو چند بار انجام بدید. روزتون به خیر و شادی باشه. مراقب سلامتی خودتون باشید. پناه هم باشید. کرونا رو جدی بگیرید.